باقهای طبیعی و سیفتر مثل نیاسینامید، کوجیک اسید، آزالایک اسید یا در واقع آلفا آربوتین. اگر اینا جواب نداد که حداقل شما 8 ماه باید استفاده کنین از این محصول ببینید جواب میگیرید یا نه. اگر بعد از 8 ماه دیدین جواب نگرفتین یا کم جواب گرفتین، میرین سراغ لاین دوم. لاین دوم چی به این ترکیبات اضافه میشه؟ یا لایه برداری مثل AHA یا BHA که BHA معمولا توی میدن، یا کورتون های خیلی ضعیف، یا ترکیب هیدروکینون یه کورتون خیلی ضعیف موضعی مثل فلوسیپولون به اضافه یه دونه، یا لایه بردار یا رتینوئید، بستگی به دلیل و گستردگی ملاسمای شما داره. که تو ایران هم ما داریم این ترکیبی رو داریم، یه تی سی سی داریم، تریپل کامبینیشن کریم داریم که داخلش رتینوئید و فلوسینولون و هیدروکینون هم اسم جانور. خط سوم اگر جواب نده میشه استفاده از تکنیک های تهاجمی تر مثل لیزر فرکشنال یا برند مواد اکتیو و لایه برداری مثل کازمولان یا درمومالان و استفاده از فوتوتراپی. این میشه سه مرحله. بعد این لیزر رو من یه مقدار خودم نمودش خوندم، باز اونم روی پوستای ما انقدری داده به اندمی هست داد، ولی به اون یعنی تو روی طیف حالا حتی پوست خیلی تیره تر حالا پوستای ما به قول ما بنامان میگیم گندم یا هرچی هست، ولی نه به اون شدت و مقداری که روی پوستای آمریکای شمالی و اروپای شمالی است. در مورد لیزر حالا من متخصص پوستم قراره که صحبت کنم، ولی چند نفر توی این فاصله که تو رفتی برگردی سوال کردن که ما از اول چرا نریم سراغ لیزر، چرا از اول نریم سراغ چیزای تهاجمی، ضررهای اون چی ممکنه باشه که ما مثلا بگو اول با روشای و اینکه درصد هیچ وقت ممکنه جواب بده و اینکه دلیل ملاسمای هایپر پیگمنتیشن باید مشخص باشه. هر ملاسمایی با لیزر درست نمیشه، اونی که بیسش هورمونیه معمولا لیزر درستش نمیشه، شما باید به اون تعادل هورمونیه برسین. به خاطر همین معمولا دوره درمانش بعد از اتمام بارداری میشه، میگن بهتر موقع انجام بدید به خاطر هورمون های شما به صورت فیزیولوژیک تا به اون تعادل اولیه و پایه نرسن. شما هر کاری بکنی باز دوباره برمیگردی سر جای اول، هم هزینه بالایی داره، هم احتمال خطراتش بیشتره، هم ممکنه شما جواب نگیری. خب برای چی باید همچین کاری رو انجام بدی؟ تا وقتی یه اپروچ و روش سیف با هزینه خیلی کمتر و با درمان قطعی تری وجود داره، چرا باید سراغ لیزر؟ و اونم تازه تو ایران که حقیقت ماجرا خیلی میدونین گفته نمیشه یا تحقیق نمیشه یا مسائل تجاری و مارکتینگ و سوء استفاده های مالی خیلی وقتا نمیگن میشه، ولی خیلی وقتا مسائل سلامتی افراد. حالا از کجایی که میتونیم بفهمه که مثلا من خودم خب چون طبیعتا تو بارداری شروع شد اینا پیدا شدنشون و بیشتر شدنشون خیلی برام بدیهی بود که مرتبطه، البته خب یه مقدار دیگه هم لک هایی داشتم به خاطر کوهنوردی و با اینکه حالا خیلی هم ضد آفتاب نیستم، ولی اون مقداری که تو برف و کوه پوست آدم به قول معروف اکسپوزه چیز بود، ولی خب اصلا یهو به طرز خیلی عجیبی در طول بارداری جاهای خیلی مثلا مشخصی شروع شد اینا به رشد. خب میتونم حدس بزنم ملاسمه، ولی در کل چجوری میتونه یکی بگه که نوع پیگمنتیشنش چیه؟ این یه چیزش نیست، یعنی کار متخصص. خب میگم دو تا دلیل اصلی، یکی عدم تعادل هورمون که گفتم هم قسمت اول لایومون گفت، یا بارداری و شیردهی که اصلا فیزیولوژی بدن به هم میریزه به دلیل تغییر میکنه، یا استفاده داروهای هورمونی مثل بارداری ها که خیلی توش، یعنی من بلا استثنا میبینم کسی که با 3 سال بارداری خوراکی داشته استفاده میکرده مداوم امکان نداره افتاده باشه. خیلی خیلی شایعه، خیلی خانوم ها خصوصا حواسشون باشه. و استفاده از داروهای کورتونی طولانی مدت مثل کسایی که مثلا
خودیمن دارن یا پیوند کلیه و کبد و این مسائل رو انجام دادن، و یا اصلا بیماری، خود بیماری دچار لک میکنه پوست و باعث میشه که هایپر پیگمنتیشن میشه. به غیر از این مسائل هورمونال، دلیل دومی که ممکنه لک ایجاد بشه در واقع اون فوتو دمیج که حالا به دلیل بیشتر یووی بیه، چون یووی ای درم میره ولی یووی ایه که بیشتر روی ملانوسیت ها در واقع تاثیر داره و اونا رو تخریب میکنه یا باعث اوور پروتکشن در واقع ملانین میشه. پس یا دلیلش اینه یا دلیلش افراد اگر روند زندگی خودشون دستشون باشه متوجه میشن که این داره از کجا نشأت میگیره. به قول خودت میگی مثلا من رفتم کوهنوردی، خب اون تابش آفتاب توی طولانی مدت باعث شده که این تغییر رنگ و لکه ها که خصوصا گستردگی اینا کمتره ولی حالت ککومک دارن، بیشتر حالت فرکل دارن روی پوست اینا بیشتر. بعد از بارداری میگی بیشتر. یه کسی که حواسش به داروها و بیماریها و تغییرات بدنش هست متوجه میشه دلیل یک یا دلیل دو. دلیل دو که کاملا واضحه فوتو دمیج، دلیل یک هم که حالا باید ببینه تغییر هورمونی که ایجاد میشه از کجا نشد. از واقعا این بحث من حالا یه لایو تیروید و با متخصص خودم خواهم داشت، ولی این مسئله هورمون ها خیلی یعنی من اولش که اصلا اینستاگرامم خیلی عجیب بود که خیلی اصلا آزمایش نمیدن مثلا هر سال، مثلا چیزایی مثل تیروئید که خب خیلی هم مثلا یه جزء نورمال اصلا کل پنل هورمون های زنانه، یه وقتایی اینجا مثلا هر سال مثلا خیلی وقت مثلا باید با بیمه بری سر کله یه دلیل خاصی میخوان که تو بری این آزمایش ها رو بدی و اینا، ولی برای من خودم خیلی عجیب بود که خیلی مثلا اصلا اطلاعی نداریم. مثلا خیلی وقت واسه میگم مثلا دردهای خیلی شدید مثلا دوران پریود و اینا مثلا طبیعی ان، مثلا دیگه همینه که هست، درصدی که خیلی هاشون مثلا نشون دهنده میتونه یه به قول من آندرلاین ریزن نمیدونم چی میشه، مثلا یه دلیل نهانی اون زیر باشه. آره که ما ندونیم. آره دقیقاً. خب حالا ببین برام بجز قضیه این لک، قضیه این کلا روتینه مثلا حالا این الان بیشتر جاهای دنیا، یعنی بیشتر جاهای دنیا کلمه فکرم اشتباه استفاده کردم، حالا بیشتر مخاطبین من جاهایی هستن که الان فصل زمستون و فصل سرد بچه ها هستن، جاهایی هم که برعکس این قضیه است، به جز حالا کسی که لک نداره یه روتین خیلی مثلا ساده و مثلا عملی چی رو توصیه میکنی؟ ببین کسایی که میخوان شروع کنن استفاده از روتین و رسیدگی مداوم به پوستشون، یا کسایی که خدا رو شکر هیچ مشکل پوستی ندارن یا سن، سه تا محصول هستش که خیلی خوبه شروع کردن روتین باهاشون. شوینده که خیلی مهمه، اینکه پوست شما منافذش تمیز بشه، خیالتون راحت باشه، کرم آرایشی رو پوست باشه و به اصطلاح عوام پوست نفس بکشه، بتونه هوا داخل منافذش بره. دو، ضد آفتاب که من هزاران بار تاکید کردم که اینو جدی، یعنی یه چیزیه که نمیدونم خیلی نکاتی که خیلی مهمترن اکثرا تنبلی میکنن توی رعایتش، نمیدونم خود منم جز این اکثرا هستم خیلی مواقع ها، ولی واقعا ضد آفتاب یه چیز حقیقیه که باید هر کسی فارغ از داشتن مشکل یا نداشتن مشکل اگر بخواد به پوستش رسیدگی کنه ضد آفتاب رو به عنوان رکن اصلی باید در نظر بگیره. پوست مثلا زیبایی هم نیست، واقعا مسئله سلامتی و مثلا خطرهای سرطان و اینا خب دقیقاً نیست. اگه خیلی حالا لزومی داره ما تو خونه بزنیم، لزومی داره تمدید کنیم، به خود اون داره مثل مسواک زدن میمونه، یعنی ضد آفتاب باید مثل مسواک باشه برای چطور شما دیگه عادت کردین صبح بزنین، حالا وسط روز بعضیا بزنن، شب بزنن قبل از ضد آفتاب هم همینه، باید خودتون رو عادت بدین. واقعا وقتی که خیلی گسترده مسائل مختلف تو حوزه پوستی درماتولوژی بررسی میکنید، میبینید توی هر مبحثی که آخرش ختم میشه به بیماری، واقعا فوتو دمیج یکی از مهمترین ارکان اصلیه. ببینی که اینجا هم فوتو دمیج داره یه حرف میزنه، اینجا حواست نباشه اشعه یووی کاری میکنه، اینجا هم ممکنه باعث بشه که بدتر بشه، تاثیر دارو رو از بین ببره، نه روند درمانات رو درست انجام بدی. پس شد یک شوینده، حالا یا میتونه مرحله‌ای باشه یا میتونه تک مرحله‌ای باشه، ولی
دو ضد آفتاب و سه آبرسان یا مرطوب کننده. لزومی نداره هم مرطوب کننده هم آبرسان. این یه چیزیه که خلک های تجاری ها و هنوز برای خیلی ها جا نیفتاده که حالا راجع به اینم اگر خواستی صحبت میکنیم. این کاری که باید صورت پایه‌ای به نظر من همه داشته باشن، فارغ از جنسیت، فارغ از سن، فارغ از مشکل پوستی. حالا در کنار اینا میتونه یه سری از سرم های آنتی اکسیدان تقویت کننده، آبرسان بیشتر یا حالا محافظت بیشتر و تونر هم بیاد، چون تونر ممکنه یکی یه محصول لاکچری محسوب بشه اما اون به تعادل رسوندن پهاش یا اسیدی پوست خیلی کارهای مفیدی برای ما انجام میده. باعث میشه که پوست اون ترابط و شادابی خودش رو حفظ کنه، اثردهی محصولات رو خیلی بهتر میکنه، قدرت نفوذ خیلی از سرم ها و کرم ها بیشتر میشه اگر پوست همواره پهاش دچار خودش رو حفظ کنه. پس تونر هم خوبه اما من میگم ضروری نیست. ستای اولیه واقعا ستا رکن شروع یک روتین پوستی خوبه. یه چیزی که پیش اومد حالا قبل این مدتم که رفتی هدفون بیاری در مورد این که خیلی این سوال دارن که ضد آفتاب دور چشم بزنیم یا نه، یا کرم دور چشم جدا باشه یا نه. خب من واقعیت بخوام خیلی سوال عجیبی بودش چون اینجا خب قشنگ میزنیم، یعنی من تا حالا مثلا ندیدم خودم مثلا یه جایی اصلا برام سوالم نبودش ضد آفتاب، حتی مثلا یه دیگه خیلی دور چشم حساسی دارن ضد آفتاب مخصوص دور چشمم هستش، ولی که کلا دور چشمی چی نزنیم خیلی به نظر من عجیب بود. نظر تو چیه؟ این چیزی که الان میگیم، یعنی این چیزی که داریم صحبت میکنیم گروه خاصی رو در بر نمیگیره، یعنی یه چیز کلی داریم میگیم دیگه. اونی که حالا سالم یعنی آره پوست حساس داره و اینا، اونا دیگه میشه تبصره های یک و دو سه که فعلا کاری به اونا نده. اما به صورت کلی توی مبحث ضد آفتاب ترجیح با استفاده از مینرال هاست. چرا؟ مینرال یعنی چی؟ یعنی چیزی که مواد معدنی داخلش باشه نه مواد شیمیایی. مواد معدنی مثل چی؟ مثل تیتانیوم، زینک یا آهن. چرا میگن شیمیایی استفاده نکنید بهتره، نمیگن منع مصرف داره؟ هیچ جا FDA نگفته منع مصرف، میگه بهتره که از مینرال ها استفاده کنیم. چرا؟ به دلیل اینکه مواد شیمیایی که داخل ضد آفتاب ها هستند در واقع کار رفلکت رو انجام نمیدن، خودشون جذب اپیدرم میشن و همین جذب، یعنی اون وجود اونها توی لایه های پوستی جلوگیری میکنه از نفوذ بیشتر اشعه فرابنفش. اما از اون طرف اگر این استفاده از شیمیایی ها طولانی مدت بشه به مرور میرن داخل لایه های پایین تر پوست، سه تا لایه داره دیگه، و ممکنه که به دلیل سایز کوچیک و قابل نفوذی که دارن وارد عروق خود بشن و همین باعث سمیت سیستم بدن بشن. پس میگن طولانی مدت بهتره که از شیمیایی ها استفاده نکنید و اگر میتونید اوکی باهاش کلن از مینرال ها استفاده کنید. حالا ما پس دور چشم چیه؟ دور چشم پوستش خیلی نازک‌تر از بقیه جسم. اگر شما افرادی هستین که صرف از ضدآفتاب‌های مینرال استفاده میکنن دور چشمتون هم بزن، ولی مینرال صرف مینرال ها نه ترکیبی نه شیمیایی. یا این که میتونید از ضدآفتاب‌های کودکان استفاده کنید، چون ضدآفتاب کودکان صرفا داخلش ترکیبات مینرال داره اگر شرکت فرمولاسیون درست و سیفی رو وارد بازار کرده باشه. چون پوست میگن دور چشم نازکه، میزان پذیری این مواد نسبت به بقیه جاهای پوست بیشتره. ولی اگر کلا حوصله ندارین که اینو هی بررسی کنم، حالا من هر دفعه میخوام برم ضد آفتاب بخرم ببینم چی نوشته چک بکنم، نمیدونم این ور قروفرا رو حوصله‌شون ندارین انجام بدین، فقط یادتون باشه که مهمترین ماده‌ای که نباید ضد آفتاب شما باشه اکسیبنزونه، که علاوه بر این که نفوذ خونی و در واقع جزء کمیکال ها هستش و نفوذ به عروق خونی داره توی طولانی مدت، وجودش توی سیستم بدن ما توی پلاسمای ما با تغییرات هورمونی هم توی طولانی مدت میشه، چون به یه سری از گیرنده ها وصل میشه، توی یه سری از بافت ها و ارگان ها در واقع رسوب میکنه، تجمع پیدا میکنه. پس فقط این نکته رو کافیه که مد نظرتون داشته باشه که آقا من ضد آفتابی بخرم،
داخلش اکسیبنزون نداشته باشه ترکیباتش که نوشته، و اگر هم که شیمیایی نیست میتونید دور چشمتون بزنید، اگر شیمیایی بهتر استفاده نشه. یه چند تا نکته رو من اینجا خب بگم که یه نکات عملیه به نظر من. یکی اینکه خب ضد آفتاب مینرال و یا فیزیکی میاد مثل یه مثلا یه حالا زره یا یه پوشش مثل ماسک میشینه رو صورت، یعنی بلاک